بام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوزه سخنم که هم آوای تو منم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. درود بر شما بینندگان عزیز، آرتمیس علی‌آبادی هستم با برنامه زن و نوزایی هویت ایرانی در خدمتتونم. موضوع بحث امروز در مورد شاخص‌های برابری جنسیتی و توسعه اجتماعی است. نخست باید ببینیم توسعه اجتماعی چی هست. توسعه اجتماعی یک قسمت یا یکی از ابعاد اصلی پروسه توسعه است در هر جامعه که سیستم‌های اجتماعی رو در بر می‌گیره. هدف توسعه اجتماعی دسترسی به عدالت اجتماعی و ایجاد یکپارچگی و انسجام اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی و ارتقاء سطح کیفیت انسان‌هایی است که تحویل جامعه داده میشن. در واقع توسعه اجتماعی ایجاد توازن و تعادل در جامعه میکنه و جلوی تبعیض ها رو میگیره. حالا ببینیم کیفیت زندگی یعنی چی؟ ارتقاء کیفیت زندگی چه مفهومی داره؟ تمام سیستم هایی که در جامعه هست، مانند حمل و نقل، آموزش و پرورش، بهداشت، تغذیه و همه مسائل این چنینی، کیفیت زندگی افراد رو میبرن بالا. بنابراین ارتقاء اینها، ارتقاء انسان هایی که در آینده تحویل جامعه میدن رو بالا میبره. فاکتورهایی که برای توسعه اجتماعی در نظر میگیریم، نخستینش آموزشه. و توسعه اجتماعی چه کار میتونه در زمینه آموزش بکنه؟ دسترسی به آموزش، پوشش تحصیلی، کارایی آموزشی و شاخص‌های مربوط به مدیران و مربیان و معلمان آموزشی و شاخص‌های سواد آموزی و آموزش عالی یا دانشگاه‌ها از جمله فاکتورهای توسعه اجتماعی در زمینه آموزشن. سپس توسعه اجتماعی در زمینه بهداشت رو داریم. بهبود وضعیت سلامت، مراقبت‌های اولیه و دسترسی و امید به زندگی و دسترسی زنان به خصوص به آموزش‌ها و امکانات بهداشتی، به خاطر اینکه زنان در موضع ضعف قرار دارن همیشه در هر جامعه و خیلی مهمه که سلامتشون تامین بشه. در نتیجه فاکتور بهداشت در زمینه امور زنان و کودکان اهمیت بسیاری داره. ما اون چیزی که شاخص‌های بهداشتی مینامیم، میزان مرگ و میر اطفال زیر 5 سال، کودکان زیر 5 سال، امید به زندگی در بعد از تولد، امید به زندگی زنان نسبت به مردان، نسبت نرخ مرگ و میر زنان و مردان، میزان کل باروری در جامعه، درصد زنان بارداری که ایمن شدن به سرخجه و کزاز و واکسیناسیون های دیگه، درصد زایمان های انجام شده تحت نظر مراقبت های کادر بهداشتی، پزشکان، ماماها و پرستاران هست و میزان مرگ و میر مادران باردار، درصد دخترانی که دچار سوء تغذیه هستند، میزان بروز ایدز در جامعه، درصد کل جمعیتی که به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند و همچنین میزان سل و مالاریا در جامعه از فاکتورهای مهم نشان دهنده بهداشت در یک جامعه هستند. سومین فاکتور توسعه اجتماعی اشتغال و توانمندی زنانه. میزان استقلال زنان و دستیابی اونها به بازارهای اقتصادی، تجارت و کنترل منابع اقتصادی و در جامعه از اولویت‌های این فاکتور هست، فاکتور توسعه اجتماعی هست و همچنین دسترسی و شبکه‌های بازرگانی که زنان دارن برای خودشون و همچنین میزانی که دسترسی دارن زنان طبقات پایین اجتماع به فناوری‌های روز بازار کار، همچنین برابری اشتغال و دستمزدها بین زنان و مردان و حمایت از ایجاد هماهنگی بین زنان شاغل و مردان شاغل و همکاری آنها در امور خانه و نگهداری خانواده همزمانی که هر دوی آنها شاغلند. چهارمین فاکتور توسعه اجتماعی برابری های جنسیتیه. اون چیزی که ما برامون مهمه اینه که زنان و مردان در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تحصیلی با هم برابری داشته باشن. اگر ما بخوایم این میزان رو در دنیا در نظر بگیریم، ایران در بین 173 کشور جهان متأسفانه در رتبه 123 قرار داره و کشورهای بالای جدول همیشه نروژ و فنلاند و آیسلند هستند با میزان 89 درصد. ایران تقریبا حدود
51% یعنی میانه های در واقع بر پایین متوسط جامعه قرار داره. البته موقعیتش از افغانستان با 15% خیلی بهتره، اما هنوز جای جهش فراوان داره و این نشان دهنده اینه که ما میزان اشتغالمون حداقل خیلی بدتر شده. در سال 75 ما تقریبا 4.7% زنان بیکار داشتیم، در سال 88 حدود 22%، یعنی 5.5 برابر وضعیت اشتغال زنانمون بدتر شده. بیشترین تبعیض‌هایی که بین زنان و مردان کلا وجود داره در ایران به ترتیب در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و تحصیلیه. این جدول نشون میده که کشورهایی که در بالای جدول قرار دارن کلا تبعیض جنسیتی در اونها کمتره. نخست اینه که تبعیض جنسیتی در اونها کمتره، سپس نشون میده که کشورهای دموکرات تری هستن و سوم عاملی که وجود داره نفوذ مذهب در این گونه کشورها کمتره. همونطوری که گفتم کشورهای اسکاندیناوی در بالای جدول قرار دارن. به طور کلی باید بدونیم برای رشد وضعیت ایران نخست تبعیض علیه زنان ایران رو باید بگذاریم کنار، که این متأسفانه در سایه حکومت مذهبی حال حاضر امکان پذیر نیست. سپس باید تلاشی بکنیم برای رشد هماهنگ جامعه، همه جنبه‌های تحصیلی، اقتصادی و سیاسی که زنان میتونن در اون حضور داشته باشن باید رشد برابری با مردان داشته باشه و در گوشه کشور هم اتفاق انجام بشه. ولی متأسفانه در وضعیت آشفته مدیریتی، در وضعیت ورشکسته اقتصادی که ایران در اون قرار داره و به دلیل سوء مدیریت‌های سیاسی و اجتماعی که ما در شرایط کنونی داریم امکان پذیر نیست و ما باید گام‌های موثرتری در جهت توسعه اجتماعی ایران برداریم. در برنامه آینده به توسعه اجتماعی و عدالت خواهیم پرداخت. خدا نگهدار تا برنامه آینده. نام جاوید وطن، صبح امید وطن.